به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. با اینکه من آیدی اینستاگرام بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم در مورد مرد هاست. میخوام یه سری نشونه ها رو بهتون بگم که اگر این نشونه ها رو توی اون مردی که باهاش تو رابطه هستید و از همه مهمتر مردی که تازه باهاش آشنا شدید و یکی دو ماه اول رابطه هست، اگر این نشونه ها رو میبینید مطمئن باشید که اون شخص خیلی به شما فکر میکنه و براش مهم هستید. ببینید ذات مردها اینجوری که کلا کمتر احساساتشون رو بروز میدن و سخته براشون حالا بروز دادن، اما زبان بدن و یه سری حرکات هست که اگر اونا رو زیر نظر بگیریم مطمئن میتونیم بشیم که اون شخص ما رو دوست داره یا نه. با من همراه باشین. شماره یک نشونه اول این که بدونیم شخصی مردی خیلی به ما فکر میکنه اینه که از طریق فضای مجازی میتونیم متوجه بشیم. ببینید الان دیگه گوشی‌های هوشمند هست، اکثرا هم که دیگه تو فضای مجازی عضو هستن، اینستاگرام، حالا فیسبوک یا هر چیزی. و از طرفی اگر یک نفر مثلا برای شما مدام تو اینستاگرام یه سری مطالب رو فوروارد میکنه، دایرکت شما ارسال میکنه، یا مثلا اگر شماره‌تون رو داره براتون مطالب مهمی یا هی میفرسته، براتون موزیک میفرسته، براتون مطالب خنده‌دار میفرسته، این نشون میده که اون شخص خیلی داره به شما فکر میکنه، مخصوصا وقتی که شما تازه باهاش آشنا شده باشید. ببینید زمانی که ما فردی برامون مهم نباشه خب تو ذهنمون نیست، اگرم حالا مطلبی میبینیم که جنبه طنز داره یا مثلا موسیقی گوش میدیم که خوشمون میاد، خب دلیلی نداره برای فردی که بهش فکر نمی‌کنیم بفرستیم، یا فردی که مثلا برامون مهم نیست برای چی باید این کارا رو بکنیم و براش این چیزا رو ارسال کنیم. اما اگر فردی مردی توی فضای مجازی این کارا رو میکنه و مدام مثلا این چیزا رو برای شما میفرسته و یه جورایی تازه هم آشنا شدید و احساس میکنید که میخواد یه ارتباط رو شکل بده، مطمئن باشید که دقیقاً همینطوره و چیزی که شما فکر میکنین درسته. نشونه دوم این که یک مرد خیلی به شما فکر میکنه اینه که اکثرا حرفای شما یادش میمونه، مکالماتی که با هم داشتید یادش میمونه. ببینید فرض کنید که شما تازه با یک مرد آشنا شدید، یه چند باری رفتید بیرون و رستوران، سینما، حالا هر جایی که رفتین مکالماتی داشتید دیگه. مسلما آدم وقتی با یکی میره سر قرار مکالماتی داره، باهاش حرف میزنه، یه سری اطلاعات رد و بدل میکنن بین هم دیگه. اما وقتی که یک نفر، چه من چه شما، یک نفر برامون مهم باشه، علاوه بر این که به اون مکالمه تو همون لحظه خیلی توجه میکنیم و ریز مکالمات رو به یادمون میمونه، بعد از اینکه مکالممون هم تمام میشه، یعنی بعد از اینکه حالا سر قرار بودین رفتین، میایم چیکار میکنیم؟ باز هم به مکالماتی که با هم داشتیم فکر میکنیم. یعنی من به مکالمه که با شما داشتم میشینم بازم فکر میکنم، مثلا تو مسیر برگشت به خونه مکالماتم یادم هست، چیا گفتیم چیا نگفتیم، شما چیا گفتی من چیا گفتم، چه اطلاعاتی به هم دادیم. و بعدها که دوباره میریم سر قرار، اگر من این نشونه ها رو دوباره به طرف بگم و ریز مکالمات رو به یادم باشه، خب مسلما یکی از نشونه های مهمی هست که من خیلی اون شخص برام مهم بوده و با جزئیات به مکالماتش توجه کردم. چون اگر کسی برام مهم نباشه، ما اصلا دو ساعت هم جلومون حرف بزنه، با صدای بلندم حرف بزنه، ممکنه گوشمون در ظاهر شنوا باشه، گوشمون در حال شنیدن باشه، اما فکرمون جای دیگه است و اصلا توجهی به حرفهای طرف مقابل نمی‌کنیم. شماره سه، همونجوری که میدونید یکی از بخش‌های مهم علاقه و ارتباط شکل گرفتن نزدیکی هست. یعنی نزدیکی فیزیکی منظورم نیست، اینکه شما در مجاورت یک نفر باشین، پراکسیمیتی که انگلیسی‌ها میگن. ببینید زمانی که ما از یک فردی خوشمون بیاد، حالا چه تو محیط کار، چه مثلا توی دانشگاه، چه هر جا، وقتی از یک نفر خوشمون بیاد سعی میکنیم تا جایی که میتونیم در نزدیکی و مجاورت شخص مقابل باشیم. حالا مثلا موقع ناهار خوردن سعی میکنیم نزدیکترین صندلی رو به اون شخص بگیریم، مثلا زمان کار هست، مثلا جلسه هست سعی میکنیم نزدیکترین جا به اون شخص رو بگیریم، تو دانشگاه هست سعی میکنیم مثلا با اون شخصی که میخوایم پروژه برداریم کارامون با هم باشه. چرا؟ چون نزدیکی یه چیز ناخودآگاه هست. این مجاورتی که ما میخوایم در برابر طرف مقابل داشته باشیم ناخودآگاه هست. وقتی از اینکه خوشمون میاد ناخودآگاه میخوایم بریم سمتش، نه اینکه حتی اصلا بحث ارتباط گرفتن فعلا نیست، بحث اینه که فعلا از طرف وقتی خوشمون میاد و خیلی داریم بهش فکر میکنیم مسلما دوست داریم در نزدیکیش هم باشیم. پس یکی از نشونه های مهمی که یک فرد یک مرد داره به شما خیلی فکر میکنه و براش مهم هستین اینه که سعی میکنه تا جایی که ممکنه در نزدیکی شما و در مجاورت شما قرار بگیره. نه فقط بحث نشستن نیست، بحث اینه که کلا همه جا سعی میکنه به شما نزدیکتر باشه. گزینه بعدی سعی میکنه تا جایی که ممکنه به هر حال وارد زندگیتون بشه و اون ارتباط رو با شما آغاز کنه. حالا میخواد مثلا اگر شماره شما رو داره میاد شما رو دعوت میکنه به یک شام، یا مثلا میاد میگه که آره من یه سوالی دارم، یه کاری دارم، باید حتما ببینیم رو در رو در موردش صحبت کنیم. یا مثلا میگه من اگر هم دانشگاهیتون هست میگه من یک مشکل درسی دارم، دوست دارم که مثلا با همین کارو حل کنیم. و میبینی که خب این تماس‌ها زیادیه، این قرارهایی که میخواد بذاره مثلا داره زیاده میشه. این نشون میده که اون مرد خیلی داره به شما فکر میکنه و دوست داره اون ارتباط رو شکل بده و میخواد که یک جورایی یه رابطه جدی‌تر با شما داشته باشه. اگر مرد این کارا رو میکنه و سعی میکنه که از لحاظ ظاهری هم که شده، از لحاظ فیزیکی هم که شده، با شما یه ارتباطی بگیره، اینکه سعی کنه مثلا با شما بیرون بیاد، سعی کنه شما رو بگه بیا با هم بریم مثلا سینما، وقتی این کارا رو میکنه نشون میده که اون مرد خیلی داره به شما فکر میکنه. شماره 5، مردی که خیلی به شما فکر میکنه مسلما از شما سوالم زیاد میپرسه، حالا پشت تلفن، پشت پیام، پشت تکست، حالا هر چی، یا حتی رو در رو وقتی تازه آشنا شدید. مردی که خیلی به شما فکر میکنه خب دوست داره در مورد شما اطلاعات بیشتری داشته باشه، مثلا اینکه چه تفریحاتی دوست داری، چه نوع سبک فیلمی دوست داری، چه نوع موسیقی دوست داری، کجاها دوست داری بری، چی کار میکنی، نمیدونم رشتت چی بوده. وقتی این چیزا رو میپرسه خب مسلما یکی از مهمترین نشونه های اینه که اون شخص به شما خیلی فکر میکنه دیگه. از این واضحتر نشونه نداریم که اون بادی لنگویج، اون زبان بدن، از این واضحتر دیگه نداریم که یک مرد خیلی داره به شما فکر میکنه و تو ذهنش هستی. زمانی که تو ذهنش هستی مسلما وقتی یه چیزی رو خیلی بهش فکر میکنی ناخودآگاه برات مهم میشه، حتی اگر مثلا با شما هنوز تو ارتباط هم نباشه براش مهم میشه. و وقتی که مهم میشه دوست داره در مورد اون نکته، در مورد اون فرد بیشتر بدونه. واسه همین مغزش دوست داره هی اطلاعات جدید در مورد اون شخص، در مورد اون فرد بگیره. واسه همین مثلا اگر مدام از شما سوال میپرسه، حالا پشت تلفن یا هر جا، در مورد خودتون، منظورم خودتون هست، در مورد خودتون سوال میپرسه، یا حتی در مورد کارهایی که برای خودش هست، مثلا از شما مشورت میگیره، مدام از شما سوال میپرسه که مثلا به نظرت چیکار کنم، به نظرت چیکار نکنم، و در نهایت اینه که میخواد ببینه شما چه میگه. این نشون میده که اون مرد خیلی به شما فکر میکنه. شماره 6 و آخری، چیزی که خیلی از خانم‌ها زود متوجه میشن انرژی هست. ببینید زمانی که یک مرد واقعا از شما خوشش بیاد و به شما خیلی فکر کنه، انرژیش ناخودآگاه خودش رو نشون میده. حتی اگر تماس هم میگیره، حتی میسکالش خودش انرژیش رو نشون میده، پیامی که میده انرژیش رو نشون میده، نوع تکستی که داره تو پیام به کار میبره، نوع حروف، نوع ایموجی هایی که داره به کار میبره، قشنگ اون انرژیشو نشون میده. وقتی که پیش شما هست، نوع حرف زدنش، نوع برخوردش، نوع نگاهش، نوع خندش، همه اینا انرژیشو نشون میده و خانم‌ها اینو زود میفهمن. اگر میبینید که خودتون هم متوجه میشید که یه انرژی متفاوت این مرد و بقیه داره وقتی پیش شما هست، یه انرژی داره که ناشی از جذب شدن هست، ناشی از علاقه هست، مطمئن باشید که باید به اون حستون اعتماد کنید و بدونید که اون شخص خیلی داره به شما فکر میکنه و براش مهم هستی. چون اگر اینجوری نباشه ناخودآگاه بدن و انسان و مغز نمیتونه خیلی کارا رو بکنه. اینکه شما یک نفر رو میبینی لبخند یهو رو لبت میاد به صورت ناخودآگاه، خب این نشون میده که اون شخص برات مهمه دیگه. وگرنه ما هر شخصی رو ممکنه ببینیم تو طول روز با کلی آدم سر و کار داشته باشیم اما یک بار هم لبخند نزنیم. اما ناخودآگاه فردی که برام مهم هست، فردی که ازش خوشمون میاد و میبینیم، یا فردی که مثلا میخوایم باهاش ارتباط بگیریم و برامون جذاب هست، برامون مهم هست و میبینیم، مسلما لبخند میزنیم، میخندیم، انرژیمون فرق داره، پیشش زیاد راجع به چیزای منفی صحبت نمی‌کنیم، در مورد چیزای خوب صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم مثلا وقتی پیش ما هست حالش بهتر باشه، خوشحال‌تر باشه، شادتر باشه. چرا؟ چون دوست داریم باهاش ارتباط بگیریم و این ارتباط رو طولانی‌تر کنیم. پس وقتی اینجوری بود مطمئن باشید که اون مرد به شما خیلی فکر می‌کنه. با عنوان نتیجه‌گیری این فیلم و در پایان می‌خوام بهتون بگم که خب تکنیک جذب شدن مردها، تکنیک اینکه مردها به شما فکر می‌کنن و تکنیک اینکه مردها از اینکه خوششون میاد خیلی فرق داره با خانم‌ها. خب مسلما مردها زیاد، اگر واقعا اون مردا قدرتمند باشه، سخته براش یه سری احساسات بروز دادن و با زبان بدن اوایل رابطه خودش نشون میده. البته نه اینکه کلا هم بی احساس باشه، نه، اینجوری هم خوب نیست، اما به هر حال با این کارهایی که گفتم، با این نشونه‌ها قشنگ مطمئن باشید که اون شخص خیلی به شما فکر میکنه، اون مرد خیلی به شما فکر میکنه و براش مهم هستین. اگر اینطوری نباشه ناخودآگاه نمیتونه اصلا این کارا رو انجام بده و حتی اگر نمایش هم باشه شما زود متوجه میشین. اگر شما هم تجربه نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برام زیر بنویسید، خوشحال میشم. طبق معمول لایک و کامنت هم بهتون نره، مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم، خدا نگهدار.